دوستان این قطعه کوچیک و مهم رو دیدید بعضی وقتها حسابی خرج روی دستتون میذاره معمولا دوستان بعد اینکه کلی هزینه میکنن متوجه میشن که رگلاتور یا فشار شکن موتور ماشینشون خراب شده توی این ویدیو نکات مهم و علامت خرابی رگلاتور یا فشار شکن رو خدمتون ارز کنیم پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید خیلی مخلصیم عرض سلام و عرض ادب خدمت رفقای گل گلاب خودمون در تعمیرگاه برق خودرو حاجیان تمام سعی و تلاش ما اینه که با ارائه مطالب خوب و مفید بتونیم هزینه های تعمیر نگهداری شما رو پایین بیاریم پس اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردی لطفا اون دکمه سابسکرایب رو بزن و ما رو به دوستانتون که به حوزه برق خودرو ایبیابی و تنظیم موتور علاقه‌مندن معرفی کنید سعی میکنیم برای شما و برای دوستانتون مفید واقع بشیم دوستان ماشین شما یک قطعه خیلی مهم داره به اسم رگلاتور فشار بنزین یا همون فشار شکن این رگلاتورها یا روی ریل سوخت ماشینتون نصب میشن مثل موتورهای پراید یا روی مجموعه پمپ بنزین قرار میگیرن مثل موتور پژو 206 رگلاتور دو تا کار اصلی انجام میده کار اول یا وظیفه اولش ثابت نگه داشتن فشار پمپ بنزین روی محدوده 3 تا 3.5 بار هست کار دومی که رگلاتور انجام میده جلوگیری از تشکیل شدن ذرات بخار بنزین یا همون قفل گازی داخل ریل سوخت ماشین شماست ایرات هایی که رگلاتور به هم میزنه یا اثرات خراب شدن رگلاتور بر کارکرد ماشین ها معمولا یک ایرات های گم هستند به این خاطر دوستان بعضا میان چند تا قطعه سالم هم عوض میکنن و نهایتا میرسن به اینکه رگلاتور ماشینشون خراب بوده بر این اساس هست که شما باید علامت های خرابی رگلاتور رو بشناسید تا اگر رگلاتور ماشینتون خراب شد راحت بتونید تشخیص بدید و ایراد رو خودتون پیدا کنید و جلوی هزینه های بی خود رو بگیرید رفقا زمانی که ماشین شما روشنه پمپ بنزین هم روشنه یعنی از زمانی که شما استارت میزنید و ماشین رو روشن میکنید تا زمانی که ماشین رو خاموش میکنید پمپ بنزین ماشینتون دائم در حال کار کردن و بالا بردن فشار بنزین ماشین شماست اگر رگلاتور وجود نداشته باشه پمپ بنزین کار میکنه و دائم فشار بنزین رو بالا میبره و گاهن تا هشت بار هم میرسه پس اگر بنزینی که وارد ریل سوخت میشه و میاد روی سوزن انجکتورها فشار بالایی داشته باشه اون موقع کار کرده مطلوبی موتور ماشینتون نداره چرا نداره؟ به این خاطر که بنزین زیادی وارد محفظی سیلند میشه و موتور ماشینتون دچار خامسوزی یا بدسوزی میشه آهن این فشار بالا باعث میشه که بنزین از دور رینگ پیسون ها وارد محفظه روغن یا همون کارتل بشه و حجم روغن رو بالا ببره در نتیجه وقتی شما استارت میزنید بنزینی که با روغن محلول شده و ترکیب شده میاد و توی محفظه احتراق بخار میشه اگر رگلاتور یا همین فشار شکن خراب بشه شما وقتی استارت میزنید احساس میکنید از توی اگزوز بنزین یا بخار بنزین خارج میشه در ادامه علائم خرابی رگلاتور یا فشار شکن ها رو خدمتون ارز میکنیم برو اولین اثری که خراب شدن رگلاتور توی کارکرد موتور ماشین ما میذاره بعد روشنی ماشین ماست اگر رگلاتور یا همون فشار شکن خراب بشه باعث میشه که یا فشار خیلی بالا بره یا فشار خیلی پایین بیاد عموما باعث میشه که فشار پمپ بنزین بالا بره وقتی فشار پمپ بنزین بالا میره بنزین از روی سوزن انجکتورا شره میکنه توی محفظی سیلند و باعث میشه شمهای ماشین خیس بشن وقتی شمها خیس میشن اون عمل جرق زنی درست انجام نمیشه در نتیجه شما صبح که میای استارت بزنی باید چند بار استارت بزنی تا ماشینت روشن بشه پس اولین اثری که روی کارکرد موتور ماشین ما میذاره بعد روشن شدن موتور ماشینمونه دومین اثری که خراب شدن رگلاتور توی موتور ماشین ما میذاره ریپ زدن ماشین در دور موتورهای است توی دور موتورهای بالا مثلا توی سرعت 80 کیلومتر به بالا زمانهایی که شما میخواید شتاب بگیری ماشینت ریپ میزنه یا افت توان و شتاب دارید یک علت مهمش میتونه خرابی همین رگلاتور باشه رفقا سومین اثری که خراب شدن رگلاتور توی کارکرد موتور ماشینمون میذاره بدسوزی موتور ماشینمونه اگر زمانی که شما استارت می‌زنید، احساس کردید ماشینتون دود سیاه داره یا بوی بنزین میاد شما برای که تشخیص بدید این مشکل از رگولاتور هست یا نه باید چهار تا شمع رو باز کنید اگر شمع های ماشین تو باز کردید دیدی روی چهار تا شمعتون دوده زده و شمع سیاه شدن این می‌تونه یکی از اثراتی باشه که خرابی رگولاتور روی کارکرد موتور ماشینت گذاشته چهارمین اثری که خرابی رگلاتور توی ماشین ما میذاره وجود بوی بنزین توی اتاق ماشینه دوستان این رگلاتور ها دو تا دونه اورینگ دارن اگر این اورینگ ها هم خراب بشه باعث میشه که از دور رگلاتور بنزین نشت کنه و بوی بنزین توی اتاق ماشینمون بیاد توی ماشین های پراید و توی محصولات سایپا هم خراب شدن این اورینگ ها باعث میشه که بوی بخار بنزین یا بوی بنزین توی محفظه موتور پخش بشه و وقتی شما با ماشینتون حرکت میکنید بیاد وارد اتاق ماشین بشه پس اگر در موتور رو باز کردید و دیدید بوی بنزین میاد یکی از دلایلش میتونه همین رگلاتور باشه خب دوستان اگر ماشین شما یکی از این علائمی رو که تو این ویدیو خدمتتون عرض کردیم داشت باید اقدام به تست فشار بنزین کنید یا باید از سلامت رگلاتور ماشینتون مطمئن بشید برای اینکه رگلاتور رو تست کنید یا فشار بنزین رو بگیرید شما نیاز به یک فشار سنج بنزین دارید باید لوله ای که از پمپ بنزین اومده تا روی ریل سوختتون رو بکشید بیرون گیج رو بین لوله بنزین و ریل سوخت قرار بدید و در دو حالت یعنی حالت سویچ باز و در حالت موتور روشن اقدام به اندازه گیری فشار بنزین ماشینتون کنید اگر فشار بین 3 تا 3.5 بار بود این رگلاتور سالمه ولی اگر فشار بالاتر از 3.5 بود یا پایینتر از 3.5 بود رگلاتور پمپ بنزین ماشینتون ایراد داره رفقا اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید سعی و تلاش ما اینه که وقتی میایی توی یوتیوب اینترنتت هدر نره و یک مطلب مفیدی ما بتونیم تقدیم شما کنیم انشالله توی راه نمونید هر جا هستید دمتون گرم